خدا و درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون نور نشست سران ناتو در ولز انگلستان افغانستان و پایان ماموریت رزمی ناتو در کشورمان و البته آن چیزی که آقای راسموسن در پایان نشستی که برای افغانستان بوده را داشتن الا دسامبر 2014 ماموریت ناتو در افغانستان به پایان میرسه و 350 هزار نیروی رزمی افغانستان امنیت کامل افغانستان را در دست خواهند گرفت البته پس از سال 2014 ادامه همکاری های ناتو با افغانستان در سه عرصه خواهد بود معموریت غیر رزمی تا پایان سال 2015 که به نام حمایت قاطع یاد میشه و آموزش مشوره دهی و حمایت از نیروهای افغانستان هست موضوع دوم حمایت مالی تا پایان سال 2017 میلادی است که آن چیزی که در نشست شیکاگو هم تعهد شده بود شامل آنها میباشد باشد و موضوع سوم حمایت دراز مدتی است به ادامه و دوام مصوبه لیسبون و همکاری پایدار ناتو و افغانستان اما آن چیزی که در ناتو و افغانستان تعهد شده توسط سران کشور و آن چیزی که عمل کرده افغانستان بوده و تعهداتی که قبل از این در مقابل کمک ها داشته چقدر موفقیت و نزدیک بوده به اهداف تعریف شده موضوع بحثمان خواهد بود جنرال جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی در نیم ساعت بحث آینده با من هستند سلام و درود بر شما جناب آقای کوهستانی میشه به صورت خلاصه بگویم که در نشستی که در ویلسران ناتو داشتن 5.1 میلیارد دلار به افغانستان تعهد شده خود این موضوع شما چطور میبینین دستاوردی که هست و البته جایگاه و نقش افغانستان در این دوره چطور بوده و در کجا قرار داشتن بنام نام یاد خدای بزرگ و عرض سلام به بیننده ها البته شکی نیست که با وضعیتی که ما قرار داریم نیازهایی را که از نظر امنیتی در مجموع نیروهای امنیتی افغان و دولت افغانستان در آینده نیازمند است بسیار متوقع هستیم که جامعه جهانی برای نیروهای امنیتی افغان و در بود امنیتی ما را دستگیری و کمک بکنند البته در گذشته تعهداتی که صورت گرفته در کنفرانس های متعدد متاسفانه دیدیم که بیشتر این کمک ها جامعه عمل نپوشیده در بخش مخصوصا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان کاری که باید صورت میگرفت و امروز نیروهای امنیتی افغان از آن چه میلنگن از آن چه کمبود دارن و به عنوان یک قوای دفاعی کامپلکس نیستیم مشکل نداشتن تجهیزات سنگین است که در گذشته تا شده به جانب افغانستان که این صنوف ماروی در افغانستان به گونه لازم و شایسته شکل بگیره و تا پایان ماموریت ناتو در افغانستان اردی افغانستان بتانه که به اصطلاح به پای خودش استاد شود ولی ببلا... وقت انتقال مسئولیت ها صورت میگیره حالا میبینیم که نیروهای امنیتی افغان او جایگاه لازم را ندارند با او تعهدات در قبال ارتش افغانستان و مردم افغانستان همکاری که لازم بود صورت نگرفته آقای کوهستانی این تعهدات از نظر کمی هست از نظر کیفی هست و یا بحثی که حتی زمانی که ناتو تجهیزات خودش از افغانستان خارج میکنه مطرح میکنه که تخصص وجود ندارد در واقع یا تکنولوژی را ده... آگاهی ندارن که بتوانند از او استفاده بکنن چقدر میتونه این موضوع باشه و چقدر هم واقعا خود ناتو کم کاری کرده در قسمت ببینین به طور قطعی اردو مثلا مهم است اما نظر کمی و اما نظر کیفی از نظر کمی امروز اردو افغانستان در یک حد معینی از نظر آرایش قوا رسیده است در صنوف مختلف که امروز داره میاد تشکیلات در وزارت دفاع افغانستان است از نظر کیفی هم تعلیمات دیدن یعنی تعلیمات عادی اما کمبوداتی که در چگونگی آموزش نیروها در گذشته وجود داشت بنا به تقسیم وظایفی که در بین قوات های ناتو و همکار در افغانستان بود اردوهای مختلفی در افغانستان بودن از ناتو که با شیوای کشوری خودشان تدریس میکردند، آموزش میدادن نیروهای امنیتی افغان یعنی وقتی شما میدیدین که پرسنل سرباز توسط یک کشور آموزش داده میشد بریدمل یا بریدگای توسط یک کشور دیگه بریتمن توسط کشور دیگه افسرای عالی رتبه و ها در کشور دیگه این خودش یک تناقض داره چون به طور عموم تاکتیک و تکنولوژی و استفاده و کاربرد کشورها متفاوت است با وجودی که اینا در اردوی ناتو با هم مشترک کار میکنن اما شیوه های کاریشان از تفاوت زیاد خود داره به لحاظ هم یکی از کمبودی کارا ای بوده که ما در گذشته متکی بودیم به آموزش دندای خارجی افغانای تدریس ها پیش نبردن ولی برحال چون اکثریت نیروی جوان در اردی افغانستان استخدام شدن یعنی پرسنل جوان است که گماشته میشن در قدم های مختلف اینا به تکنولوژی مدرن امروزی هم دسترسی دارن یعنی ما از نظر کیفی مشکل کلان برای آموزش دادن برای تکنولوژی پیشرفته برای افغان ها نداریم یعنی لال هم که امروز افغان دسترسی دارن به تکنولوژی یا کسایی که میرن در کدمی درس میخوان به کورس های و در میرن این دیگه یک است که ما بگویم که نیروی امنیتی افغان ظرفیت ندارن یا اینا آموزش های تکنولوژی لازم را آموزش گرفته نمیتونن ایداله که شما میبینین که وقتی یک کورس برای اکادمی اعلان میشه اگر 500 نفر ضرورت باشه 5000 نفر دو طلب حاضر هستن و اینا اکثرا از اکادیمی ها فارغ شدن از پنتون از فارغین صنف 12 هستن آدی سواد خواندن و نوشتن کافی انگلیسی و کامپیوتر میدونند و اینو میشه که در مدت کوتاه به تکنولوژی لازمه که در تجهیزات اردو به کار گرفته میشه آموزش ببینند و, ببینن و را استفاده بکنن البته در این مورد بهانه‌جویی وجود داره مازی ناای مشکل اردو ما نداره از نظر کمی از نظر داشتن تعداد زیاد افسرایی که از گذشته داشته ایم افسرای کادری افسرای جوان افسرای جهادی که در قوی مسلیحه افغانستان هستند اینو مشکل چندانی را ندارن بیشترین تجهیزات اردو افغانستان به کار گرفته میشه ما به اون نیاز داریم معمولا تانگ یا توب یا سیستم توپ و تانگ اکثرا تجهیزات روسی بوده در افغانستان و اینی سیستما با سیستم غربی هم تفاوت بسیار کلان نداره که افسرای ما نتوانند تعدیل بکنن در ظرف چند هفته این تکنولوژی رو نیاموزن یا قوای هوایی افغانستان که بیشتر تیارهای روسی به کار گرفته میشد اون نمی هلیکوپترهای روسی چیزای خریداری شده این دیگه ضرورت به یعنی پیشبرد کار نیست تنها زبان انگلیسی و سیستمای جدید تکنولوژی که در وسایل یا تجهیزات نصب میشن قابل نوسازی هستند در سیستم رادار ولی در مجموعی این تکنولوژی در کمیت کلیش اینا قابل استفاده هستند و ما افسرها و نیروهای لازم زیر داریم در تمامی سطوح سنوف مختلف یعنی ما از ارکان حرب داریم تا افسرهایی که در قوای وای در قوای توپچی قوای راکتی سیستم دافی و سیستم قوات های پیاده خوب رهبری کردن میتونن ما دارد مشکل دارد... نداریم شما فکر میکنید که نقش خود ب... کادر رهبری که در نیروهای مسلح افغانستان در نیروهای نظامی وجود داره چقدر لاقل باعث شده که وضعیت به این حالت باشه و خود قصور میشه بگویم که چقدر از خود نیروهای افغان بوده لاقل در فراگیری آن چیزی که وجود داشته یا در مطالبه آن چیزی که تعهد شده متاسفانه در گذشته به بوده که بیشتر سیاست ها از جانب قوت های بین المللی و ناتو تحمیل میشده هم ساختارهای تشکیلاتی ما تمامی ساختارهای تشکیلاتی ما را بعد از سال 2001 تعدیل کردیم او ساختارهایی که به سیستم شرقی یا کاپی شده یا به تقلید از اردوهای یا های بزرگی که در منطقه بودین شکل گرفته بود یعنی اردوی ما معادل ساختارهای اردوی ترکیه و روسیه را بیشتر داشت در گذشته و این اردوها در ای منطقه دارای تجربه هستن از نظر ساختاری و از نظر کاربردی در, در, در منطقه داشتین ما بیشترین تجهیزات را اساس ساختار تشکیلاتی گذشته خود داشتیم این ها را تعدیل کردن ما وردیم به ساختارهای غربی تنظیم کردیم ساختارهای غربی در جغرافیای افغانستان کمتر قابل اجرا بودیم. مخصوصا وقتی ما تجهیزات سنگین نداشتیم ما جستاما را بیشتر ساختیم جستامای پیاده و کندکال لواها ما فرقه نداشتیم قلوردوی ما مثلا تنها یک قلوردوی مرکزی که یک فرقه 111 را داریم ما دیگه فرقه را نداشتیم از نظر ساختاری تشکیلات مشخص و قوا سنگینه مثل لواهای توپچی لواهای زریدار یا تانگ نداشتیم دیسانت دیسانت تازه بخش کندوی ما فعال شده این خود ساختار تشکیلاتی را که ما با او آشنا بودیم متعارف بود برای مردم افغانستان یا را از دست دادیم اکثر افسرای کادری ماره یک افسر توپچی را در دا پیاده دادن افسر توپچی را در دا دادن افسر توپچی را در بخش عقیدتی سیاسی دادن ما سنفای تعلیمی ما را که در گذشته تعلیم و تربیه شده بودن ما مخلوط ساختیم یعنی ای را به مشکل مواجه ساختیم خود وزارت دفاع انوز مشکلات در قرارگاه وزارت دفاع وجود داره از بالا این چیزهایی که شما میگن بعد از سال 2011 آمده با وجود آمده به هر حال با توجه به شرایط وقتی که تمام چیز فرو میریزه از بین از اونها چیزی جدیدی با وجود میاد یا آن چیزی که حمایت های غرب و ایالات متحده بوده بعد از افغانستان سیستم جدید را با وجود آورده تا به حال فعلا همین سیستم چقدر کارا هست و چقدر ما میتونیم لاقل با آن چیزی که در نشست ویلز دا میشه بعد از سال 2014 افغانان ها با 350 هزار نیرو میتونن امنیت کامل خودشان بگیرن ما چقدر میتونیم واقعا امنیت کامل خودمان رو بگیریم و چقدر حداقل به مو اهداف و تعهدات ما نزدیک شدیم ببینید من میخوایم روی نشست ویلز ایره ارائه بکنیم که آن چی گفته شد خیلی متفاوت است. گفتن ما در جنگ مبارزه با توریسم موفق شدیم کار کردن ناتو موفقیت آمیز بوده ای در حال است که امروز شورشگری در افغانستان افزایش پیدا کرده ما در چند ولایت محدود نامنی داشتیم امروز در اکثریت جغرافی افغانستان ای مشکلات امنیتی را داریم گسترش نامنی ها را داریم توریسم نابود شد توریسم وجود داره لانه هاش وجود داره القاعده از بین رفت شما اخیرا پیام های ایمن زوایری دیدیم که به هندوستان و افغانستان اینا پیام خاصی داشتن به این لحاظ آنچه به طور رسمی در ناتو ارائه شد کاملا متفاوت است با آنچه در افغانستان وجود دارد هم در بخش دستاوردهای ناتو ماموریت ناتو یک ماموریت ناکام بوده به افغانا یعنی امروز نیروهای امنیتی افغان شما وقتی سطح تلفات و درگیری را میبینین بسیار زیاد متفاوت است با سالهای نخستین مرحله تشکیل اردی افغانستان بنابراین این ارائه گزارش بر افکار عمومی در غرب یک نوع آلت رسمی داره. با واقعیت افغانستان سازگاری نداره دوام بحث توانایی است که نیروهای امنیتی افغان صلاحیت تامینی امنیت دارند یعنی ما تروریسم از بین بردیم وجود نداره اینا فقط تامین امنیت میکنن گفته نشده که اینا با تروریسم مبارزه میکنن اینا با شورشگری می پردازن. اینا م... یعنی می نیروهای امنیتی افغان آماده جنگیدن و ماره هستن این گفته نشده گفته شده که اینا تامین امنیت میکنن یعنی دیگه ما جغرافیا رو پاک کردیم خود ناتو هم تاکید کرده به این قضیه که همکار افغانستان بعد از 2014 خواهند بود که افغانستان دوباره لانه تروریسم نشود آیا واقعا با این سیاست هایی که ناتو به صورت سوری در اعلامی های خودش اعلام میکنه امکانات فعلی که در افغانستان است نشان نمیده که هنوز بر رسیدن او هدف که افغانستان لانه تروریسم نیست ما دور هستیم قطعا ببینین وقتی خارجی در افغانستان بودن انواع تکنولوژی پیشرفته را هم از توپچی و راکتی و حمایت های کلان هوایی را تا بی و بیسمشین در دا خدمت داشتن اینا همیشه گزمی هوایی میکردن ولی اردوی افغانستان فاقد این تجهیزات است وقتی اونا آمدن مبارزه کردن با شورشگری اونا موفق بودن در برابر طالبا یا در برابر تروریستا به خاطر تکنولوژی پیشرفته داشتن وقتی این ماموریت به افغانا تعلق میگیره افغانا فاقد تجهیزات هستند نه تجهیزات راکتی دارن نه توپچی پیشرفته دارن نه تجهیزات هوایی که از هوا بتونه توسط تکنولوژی فعالیت های دشمن کنترل بکنن بنا نیروهای امنیتی افغان که در برابر شورشگری تجهیز شدن ما یک ارتش دفاعی نیستیم یعنی وزارت دفاع ما و وزارت دفاع ملی برای حفظ تمامیت حاکمیت ملی در صورت تجاوز کشورها ما توانایی پرداختن را نداریم خب آقای کویستانی بحثی که چند بار در شورای وزیران و شورای امنیت ملی افغانستان هم مطرح شده آ، 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 عمل بالمثل است در مقابل را، راکت پرینیهایی که پاکستان داشت لاقل در خودش شما فکر میکنین به خاطر نداشتن این توانایی ها و یا درک از ناتوانی تجهیزات نیروهای امنیتی است که نتونستن نیروهای امنیتی عمل بالمثل انجام بدن لاقل در مورد تجاوزاتی که پاکستان داشتن قطعا وقتی شما به این ساختار اردی پاکستان رو وقتی شما وارد یک جنگ متعارف میخواین شوین یا به یک جنگ رسمی بگذارین یه از خود تعریف جدا داره چه تعرض بکنین چه مدافع بکنین وقتی ما بخوایم پاسخ بدیم به سیستم توپچی پاکستان که روز دکنر راکت پراگنی میکنه اول ما باید توپای دوربرد داشته باشیم که دیگه بین 35, از 25 تا 35 کیلومتر آتش بکنن از اون مناطق ها وارد خاک افغانستان میشه که ما ای توپ چیره نداریم در کل اردو افغانستان نزدیک به 200 ضرب توپ داریم که اکثریت از این توپ تعلیمی است یعنی این تشکیلات پاسخگوی یک اراضی 2000 کیلومتری مرز دیورند نداریم وقتی شما میخواین جنگ در کنر بکنین دیگه دشمن یا پاکستان تنها با شما در کنر جنگ نمیکنه در جلال هم جنگ میکنه، دا قندار و پکتیا هم جنگ میکنه، بالاخره تا هلمند این مرز جنگ خواد در گرفت. شما کجا از را پوشش میتین توسط که ندارین امروز پاکستان داره قوای هوایی بسیار پیشرفته است قوای راکتی استراتژیک داره که اگر یک راکت بالای جلال آباد فیر بکنن به طور مثال راکت بسیار عادی غوری بدون داشتن سرگلولای اتومی یعنی یک راکت عادی استراتژیک فیر بکنن شما چی جواب دارین برش اگر یک تیاره پاکستان از مرز بگذره وارد افغانستان شوه قرارگاه قلوردی جلال بمباردمان بکنه شما هیچ سیستم پدافند یا مدافع هوایی ندارین رادار ندارین و هیچ گونه تجهیزات دفاعی شما ندارین پاسخ بدین خب حالا جنگیدن شوخی نیست ای که حکومت افغانستان شوخی میکنه ای کسایی که شروع شورای میزنن در حقیقت در تبانی با پاکستان میزنن به هدایت پاکستان بود که اینا تمام تشکیلات اردی افغانستان منحل حل کردن همین کسایی که امروزی حرف میزنن اینا بردن که اردی افغانستان به نام اردی جهادی و مقاومت از بین بردن ما کلی تجهیزات داشتیم این تجهیزات جمع کردن این تجهیزات پارچه کردن کبال به پاکستان فروختن به وزیرستان انتقال دادن شما ببینید تجهیزات دشمن در بسیاری جایا از ما کده تفوق داره این دلیلش است که ما درک نمیکنیم ما دکتورین نداریم ما شناخت نداریم هم دشمن ما که پاکستان از نمیشناسیم به عنوان حامی طالبا و توریزم هم خود ما و ظرفیت های ما را دقیقا درک نمیکنیم. خب حالا آقای کوستانی شما چی فکر میکنید 5.1 میلیارد دلار تعهد شده با وضعیتی که فعلا وجود داره و تعهداتی که حداقل ناتو و افغانستان در مقابل دیگه داشتن ما در کجا قرار داشتیم خب مشخص شد با همین وضعیت اگر پیش بریم ما تا 2017 چقدر میتونیم موفق باشیم و این امکانات چقدر میتونه ما را حداقل به آن چیزهایی که نداریم نزدیک بکنه هیچ شک نیست که کمک کمک قابل ملاحظه است وقتی مدیریت شوه ولی ای تنها میتونه در بخش تعلیم و تربیه در بخش لوجستیک امایتای لوجستیکی و تکنیکی که فلحال شما دارین یعنی شما را کمک بکنه در بخش پرداخت حقوق پرسنلتان مطابق به تشکیلات موجود افغانستان شما را کمک بکنه ولی هیچ وقت این کمک ها برای شما تجهیزات سنگین را ارزه نمی یعنی شما با این کمک ها نمیتونین تجهیزات مکمل قایوایی داشته باشین تجهیزات توپچی داشته باشین کردوی تانه به گردوی دفاعی خوب آماده بسازین آقای کویستانی تجهیزات و تعهداتی که فعلا میشه اگر حمایت حداقل معنوی ناتور افغانستان پشت سر خودش نداشته باشه با این کمک ها ما میتونیم واقعا یک موقعیت استراتژیک که برای خودمان پیدا بکنیم به هیچ وجه ببینین بینشای خود ناتو هم متفاوت است سراحت داشت صحبت های که ما کمک ها را انجام میتیم ولی متوقع هستیم که پیمان امنیتی با ایالات متحده و بعد با ناتو هم به امضا برسه اگر این کمک ها در چارچوب توافقنامه امنیتی صورت بگیره احتمالا کمک ها بتانه پاسخگو باشه برای اینگه افغانستان اگر ما توافقنامه امنیتی نداشته باشیم بخوایم مستقلانه عمل بکنیم با این استقلالیت با نداشتن تجهیزات سنگین نمیتونیم وضعیت ادامه بتیم برای از ای که دشمن بسیار جسور میشه پاکستان امروز بسیار لجام گسیخته مداخله میکنه در امور افغانستان از طالبای افغانستان حتی وقتی شما پیام ایمن زوایری را نشاندنده یک توانی نزدیک بین پاکستان و بین القاعده است که اختار میتن برای دشمن پاکستان یعنی هندوستان و پیام میتن برای ملا عمر برای حمایتش این نشان دهنده یک نوع تبانی است با این نوع تبانی و جسارتی که پاکستان داره این کمکان نمیتونه ما را در برابر شورشگری بسیار کمک بکنه ما تامین امنیت کرده نمیتونیم جنگو گسترش پیدا میکنه ما درگیر میشیم وقتی جنگ وجود داره هزینه بیشتر میخواد مجموعی از اینه شما در جنگ مصرف میشه برای اکمال جن... جنگی شما به اک... اه... مصرف میرسه چون شما داره استوک ها دیپوهای قوی که برای یک سال اردوی افغانستان داشته باشه فعلا نداریم در هیچ بخش لوجستیکی ما استوک و دیپوهای کلان نداریم بنان مجموعه از این را که بگیریم باید به با جنگ روزمرگی را مصرف بکنیم ما دارای توانایی دفاعی کلان نمیشیم یعنی ما فرصت خریداری تجهیزات سنگین نم... نداریم به این لحاظ ای به دولت افغانستان برمیگرده که با عدم امضای توافقنامه امنیتی یا با داشتن توافقنامه امنیتی حداقل از مجاری منابع مالی ملی خودش بتوانه تجهیزات سنگین قرارداد بکنه با کشورهای چین دوستان روسیه یا هر کشوری در غرب یا شرق به افغانستان تجهیزات بتن و ایره با اقساط طویل مدت بتن که ما از بودیجه بلی ما بپردازیم در او حالت میتونه جنگ فروکش بکنه وقتی شما تجهیزات سنگین دارین توانایی دارین ظرفیت دارین میتونه اعداد کمی نیروهایتان کاهش پیدا بکنه و اینا شامل نیروهای رزمی دارای تجهیزات پیشرفته شوند هم سطح تلفات پایین هم دشمن نمیتونه تحرکات لازم را داشته باشه و منطقه درک میکنه مخصوصا پاکستان که نمیتونه با افغانا رقابت بکنه تا او زمان اگر ما هر گونه کمک از جانب ناتو داشته باشیم حمایت معنوی داشته باشیم قطعا حمایت معنوی را از پاکستان هم انجام میتن پاکستان به دوست و متحد استراتژیک غرب است به هیچ وجه نمیخواین ما را معاوضه بکنن ما دوست باشیم پاکستان دشمن باشه به مو که ما را کمک میکنن به طور غیر مستقیم سیاستها با پاکستان به پیش میبرند خب حالا با همین وضعیتی که فعلا وجود داره ما میبینیم که لاعقل سیاستی که آقای کرزای داشته از خودش خودشان به نشست نرفته یا ای که ایشان تمایلی هم وجود نداشته که شرکت بکنند در نشست ویلز وزارت دفاع افغانستان و یک هیئت نظامی به ویلز رفتن و در این مورد صحبت کردن دیده میشه خب حالا هزینه که در نشست شیکاکو هم تعهد شده بود بیشتر شده یک خوشبینی را نشان میده که غرب با این که افغانستان هنوز پیمان استراتژیک را هم امضا نکرده باز هم اونا به افزایش کمک هایشان پرداختن ولی یک بحث دیگه هم هست بحث شفاف سازی اینا هست و اینکه که افغانستان در در قسمت این مصارفی که داشته لاقل و بیمی که از فساد میره در افغانستان که در نشه در اینش هم مطرح شده این بیم هم وجود داره شما فکر میکنین با همی حالت و با همی وضعیتی که وجود داره افغانستان راه درست را داره میره و سیاست خوبی را در پیش روی خودش گرفته و سیاستی که ناتو هم گرفته چطور هست در قبال افغانستان؟ البته شک نیست که در مجموع ادارات ما فساد وجود داره و به این لحاظ هم در نشست ویلز به این مسئله اشاره شده که برای شفافیت باید راه های جستجو شود میکنیزم وجود داشته باشه که حکومت افغانستان از مزارف کمک های بین المللی باید پاسخ به جامعه بین و ناتو در این مورد در صحبت های صورت گرفته که زمینه شفافیت وجود داشته باشه و کمک بکنه ناتو که دولت افغانستان در پاسخگویی و مبارزه بکنه و تامین شفافیت و مبارزه با فساد البته یک ذهنیت سازی هم قبلا سیگار داشت قبل از این نشست برگزار بشه در رابطه با مصارفی که نیروهای نظامی افغانستان داشتن و حتی تجهیزاتی که گفته شدن فروخته شده در بازار آزاد افغانستان اونا چقدر واقعیت داشته و اعتراضی که افغانستان داشته مبنی بر غیر واقعی بودن این قضیه چقدر میتونه در قسمت شفافیت و ادعاهایی که از دو طرف میشه به خاطر گزارش دهی نزدیک بشه ما قطعا ما باورم این است که او گزارش بسیار غلو شده مخصوصا در بخش ارگانای امنیتی افغانستان که 43 فیصد تجهیزات به با بازار سیار رفته یا مفقود شده این در است که ما باورم ایست که یک رقم بین دو تا سه فیصد این تجهیزات یا در جریان ماربه تخریب میشه یا به دست دشمن افتاده باشه یا به توجهی شده باشه ولی قطعا با این گزارش من موافق نیستم ولی دیدگاه من است که خود ناتو و قواتاشان و کمپانی قراردادی که با جانب افغان ها کار میکردن این تجهیزات به با بازار سیاه به فروش رساندن چون وقتی این تجهیزات از مسیر پاکستان آمده و به جانب افغانستان در مسیر به دست زده شده قطعا این قضیه روشن است و فکر میکنم سه سال قبل هم یک گزارش نشر شده بود که نزدیک به 90 هزار میل اصله مختلف نو یا تجهیزات ناتو در مسیر رای کراچی تا افغانستان از میان رفته بود یا سرقت شده بود دستبرد زده شده بود این برمیگرده به اون های قراردادی خود ایالات متحده که به شکل لازم تسلیم ندادن چون دولت افغانستان وقتی تجهیزات تسلیم میگیرن فرمای جمدی دارن که قید و ثبت میکنن و یا در راپورای اصلی خود همیشه او را ثبت میکنن دارن من فکر نمیکنم به توجهی بی‌توجهی باشه که تجهیزات بعد از ثبت و قیدم به فروش رسیده باشه و مفقود شده باشه خود در جریان توزیع در جریان فرار سربازا و امکان تخریب و از میان رفتن بخشی از این تجهیزات است ولی به طور قطعی این گزارش نادرست است اشتباهات خود ناتو بوده امیدواریم اصلاح بکنن و یک ذهنیت منفی برای افغانستان ایجاد میکنه شک نیست که در بخشی از قدمه گاهی در جریان به خاطر فسادی که وجود داره مرمی ها را بفروشن باز تجهیزات کوچک را بفروشن ولی فروش اسلحه تا کنون در تجهیزات سنگین ما وجود نداشته نه سبک نه سنگین یعنی کلاشنکوف در افغانستان به فروش نرسیده چیزایی که ثبت است قید است در جمع پرسونل است اینا پاسخگو هستند خب حالا دیگه میتونه... وجود داره این سطح فساد امکان داره چند تا مرمی فروخته شده باشه یا بعضی تجهیزات حمایتی یا زم... زمیمه که در اردو وجود داره مثل مخابرای کوچک یا باز چیزا یا بدری موترا یک چیزایی باشه که ممکن باشه ایر پرسونل تانسته باشن بسادگی بفروشن حالا قصد فروش مافیایی از این فکر میکنین که و در رده های بالا بین ناتو بیشتر میتونه باشه از بین مقامات افغانستان اما فکر میکنم در خود ناتو وجود داره وقتی شما به قراردادهای کلان میبینین مخصوصا خریداری 20 بال تیاری که در گذشته خریدن از 127 ایتالیایی را که از یک کمپنی خریدن به قیمت 500 میلیون دلار تا اکنون اینمی قرارداد اصلا متن قرارداد در وزارت دفاع افغانستان وجود نداره 20 بال تیاره وقتی خریده شده از یک کمپنی بسیار معروف اروپایی تیارات را آوردن که فقط تو افغانستان به مشکل انتقال شدن و در هیچ قابل استفاده نیستن امروز در میدان هوایی بار شدن به با اردو افغانستان و در 550 میلیون دلار پرداخته شده این متن قرارداد از بین وزارت دفاع و کمپنی مربوطه و خدمات پس از فروش هم وجود نداره این به معنای است که خود ناتو با کمپنی های قراردادی بیشترین فساد در بخش امنیتی در افغانستان انجام داده و آقای کویسانی به عنوان سال آخر از شما بپرسم فکر میکنین اگر رئیس جمهور جدید افغانستان رئیس جمهور منتخب میرفت در نشست ویلز چقدر میتونست به نفع منافع ملی مردم افغانستان باشه و ما میتونست موفق تر باشیم لاقل در خاص مطالباتمان یا گزارش دهی که وجود داشته حداقل از 13 سال یا 14 سالی که داتو در افغانستان هست ما فکر میکنم اگر ما صادقانه صحبت بکنم اردو کاندیدای ریاست جمهوری را که من میشناسم وزیر دفاع افغانستان هم تجربه هم فهم دفاعی امنیتی را از اینا بیشتر داره ب... چون چون بایس وزیر دفاع لوی دریسی افغانستان بوده کم بود و مشکلاتی که در اردو و مخصوصا در وزارت داخلی افغانستان وجود داره همیشه از قطعات مواظبت میکنن سفر میکنند، میبینن کمبود تجهیزات دشمن میشناسند، راپورای کشفی رو بیشتر مطالعه میکنن رؤسای جمهور فقط به شکل تشریفاتی از مسائل امنیتی خبر هستند بنا نشست یا حضور وزیر دفاع افغانستان بسیار مؤثر است تا یک رئیس جمهور که تشریفاتی یک جای صحبت بکنه چون اینا با تارپودشان کمبودی را ضعف را ناتوانی را اه، اه، مشکلات و تلفاتی که در اردو وجود دارد دا پلیس وجود دارد درک میکنن که در کجا قطعاتشون با کدام مشکلات مواجه است و یک رئیس جمهور که درک کدن نمیتونه چون رئیس جمهور کمتر از قطعات دیدن کردن از پرسنل امنیتی دیدن کردن از کرزی در 13 سال شما شاید سفرش به قلوردو نبودین ولی وزیر دفاع و داخل هستن که هر روز به سر قطعات خود میگردن بیشتر درک میکنن کم ها را و واقع بینانه تر صحبت میکنن به جای یک غرور کاذبه که بگن ما بله میتونیم از مشکلات این دیگه افغانستان به بکشیم به این لحاظ من فکر میکنم نشست وزی... سفر وزیر دفاع میتونه موفقامیستر باشه میتونه بسیار صادقانه با امکارهای ناتوش که در افغانستان باشن آشنا بوده با وزرایی که در اینجا رفت آمد کردن کمبودی و مشکلات افغانستان مطرح بکنه با زبان امکاری مطرح بکنه قضایا نه به زبان دیپلماتیکی که رؤسای جمهور مطرح میکنن به لحاظ ما با این نظر موافق نیستم که اگر یک رئیس جمهور میره میتونه دستاورد بیشتر می داشت. داله که اردو رئیس جمهور کاندید بعد بسم خان تجربه دفاعی و جنگی و رزمی را در افغانستان ندارن خب حالا اگر چه به عنوان سال آخر من مطرح کردم سال پیش من خوب است یک سال تکمیلی دیگرم داشته باشیم که حالا دعوتنامه ای که ناتو برای هر دو نامزد ریاست جمهوری فرستاده یا لاقل مانور تبلیغاتی که در رسانه ها داشتن از عدم حضور رئیس جمهور افغانستان به چی دلیل بوده و چقدر میتونه برای ناتو اهمیت داشته باشه از نظر رسمی به خاطر حضور یک رئیس جمهور و بحث کلان منطقی چون رئیس جمهور میتونه در سیاست های کلان منطقی سر مسائل کلی حرف بزنه صحبت بکنه احتمالا محدوده کار وزیر دفاع به قوات های مسلح افغانستان برمیگرده نه در سیاست های کلان یک دست منطقه از نظر دیپلماتیک روان است به این لحاظ حضور رئیس جمهور میتونه در این فضا برای نشستناتو اهمیت داشته باشه برای بازی های کلان یک دست خلیج و بحث اوکراین آسیای میانه بالاخره بازی های دیگر در منطقه است اما وزیر دفاع تنها به مشکلات امنیتی داخل افغانستان در چوکات قوانین افغانستان و در چوکات تشکیلات افغانستان و مسائل را که میدانه کمبودی و نیازه و او زبان مشترکی را که با همکارای ناتوی خود داره مدرعه میکنه شاید رئیس جمهور فراتر از این مسائل میتونست روی قضایه صحبت بکنه ولی به نظر من حضور وزیر دفاع است چون با زبان ساده با صداقت از کمبودی و مشکلاتی را که ارتش و پلیس افغانستان و ارگان امنیتی رو برو هستند و با روابط رفیقانه را که با سران ناتو دارن میتونه ایره بسیار به فضای باز چی در جریان رسمی چی در حاشیه کنفرانس مطرح بسازه که جالب باشه برای کشورهای کمک کننده برای افغانستان سپاس از شما آقای جاوید کوهستانی آقای امور نظامی که تا حال با من بودید بینندگان گرامی از شما هم سپاس که تا حال تلویزیون نور و برنامه آخر خط را دیدین با شما خدافظی می‌کنیم خدا نگهدارتون